بالاخره حالت ذخیره نیرو رو روشنش بذاریم یا نه؟ رفقا حالت ذخیره نیرو یا همون باتری سیور یا توی بعضی گوشی ها لو پاور، یکی از قابلیت های گوشی ها امروزه خیلی از افراد زیاد ازش استفاده میکنن. خیلی ها میگن همیشه روشن باشه، خیلی ها بعضی وقتا روشنش بذاریم میتونه به گوشیتون آسیب برسونه. توی این ویدیو میخوایم راجع به این صحبت کنیم که این قابلیت رو چه زمانی فعال کنیم که به گوشیمون آسیب نرسونه. اما قبل از این که بریم سراغ ویدیو، یادتون نره حتما اگه از اینستاگرام میبینین از این بالا پیجمو فالو کنین. اگه دوست داشتین این ویدیو رو میتونین سیوش کنین که بعدن ببینین، و اگه باش حال کردین یه دونه لایک بندازین پای ویدیو. اگه هم دارین از یوتیوب میبینین دمتون گرم، میتونین چنل رو سابسکرایب کنین و از اون زنگوله هم اگه بزنین که میتونین ویدیوهای جدید نوتیفیکیشنش رو دریافت کنین، و خوشحال میکنین یه دونه لایک هم بندازین پای ویدیو. تو کامنت ها بگین شما همیشه این قابلیت رو فعال میکنین یا نه، بعضی وقتا ازش استفاده میکنین. برو بریم سراغ این ویدیو. رفقا تو این ویدیو میخوام کلا در این باره صحبت کنیم که این حالت ذخیره نیرو یا همون باتری سیور چه کارهایی با گوشی ما انجام میده، چه تغییراتی روی گوشی ما اعمال میکنه و بهتره چه جوری ازش استفاده کنیم. قسمت اولی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم این که حالت ذخیره نیرو یا همون باتری سیور چه کارهایی روی گوشیمون انجام میده. باعث میشه نور صفحه شما کمتر بشه، باعث میشه توی بعضی مواقع کیفیت صفحه نمایش گوشیتون رو بیاره پایین، و یه سری انیمیشنایی که توی بخش تم گوشیتون فعاله و خب ظاهر گوشی رو یکم جذابتر میکنه، رابط کاربری رو جذابتر میکنه، باعث میشه اونا رو قطع کنه. یه سری بروز رسانی هایی مثل جیمیل، گوگل و اکانت هایی که دارین و به اصطلاح بروز رسانی یا سینک میشه رو قطع میکنه. و خب بر فرض مثال اگه گوشی آیفون داشته باشین و بخواین یه مخاطبی رو ذخیره کنین که تو روی آی کلاودتون هم ذخیره بشه، اگر این قابلیت لو پاور مود شما فعال بشه روی آی کلاود شما ذخیره نمیشه، ولی روی گوشیتون شما ذخیره میشه، که این یکی از اتفاقایی که داخل گوشی ها میفته. همچنین این قابلیت روی قسمت‌های سخت افزاری گوشی تأثیر میذاره. توی قسمت‌های مثل CPU و گرافیک تأثیر داره. چه کارهایی انجام میده؟ کلن اگه بخوام ساده بهتون بگم، CPU گوشی شما چند تا بخش اصلی داره و چند تا بخش جزئی یا همون بخش‌های فرعی که کارهای مهم و قسمت‌های اصلی گوشی انجام میده، قسمت‌های اصلی اون CPU انجام میده. مثلا وقتی شما دارین بازی می‌کنین، خیلی‌ها وقتی دارن بازی می‌کنن این قابلیت رو فعال می‌کنن و باعث میشه اون قسمت‌های اصلی گوشی از کار بیفته، و توی بازی‌ها می‌بینین که گوشیتون سریع‌تر داغ میشه، فشار بیشتری به گوشی وارد میشه، چون تمام اون کارا رو داره اون بخش‌های فرعی انجام میده و بخش‌های اصلی غیر فعال شدن. توی قسمت گرافیک هم که گرافیک بازی رو یکم شاید بیاره پایین، حتی کیفیت صفحه نمایش رو توی بعضی گوشی ها میاره پایین که باعث میشه کیفیت خوبی نداشته باشین توی اون بازی و نتونین از بازی به خوبی لذت ببرین. اما یه سوال اینجا پیش میاد، توی بازی های جدید چه کارهایی رو انجام بدیم که باعث میشه CPU ما بهینه ازش استفاده بشه و کیفیت بهتری رو داخل بازی داشته باشیم، به باتری گوشیمون فشار نیاد، و خلاصه چه کارهایی انجام بدیم؟ بهتر این لو پاور مود یا همین باتری سیور رو بهش کار نداشته باشین، اصلا فعالش نکنین. بیشتر گوشی های امروزی نرم افزارهایی دارن، مثل گیم لانچر توی گوشی های سامسونگ یا گیم توربو توی گوشی های شیائومی، که اینجا یه ویدیو واسه تون قرار میدم ببینین، همینجوری که دارن توضیح میدم میبینین که بازی رو وقتی من دارم بازش میکنم اون لانچره ایجاد میشه و خود گوشی یه سری نرم افزار اضافی رو میبنده که باعث میشه کیفیت بهتری داخل بازی ها داشته باشین. و خب یه سری نرم افزار جانبی هم هستن که اگه گوشی شما این قابلیت رو نداره، بر فرض مثال گیم لانچر رو نداره، گیم توربو رو نداره، میتونین نصب کنین. من متاسفانه نرم افزار خوبی پیدا نکردم. اگه شما استفاده میکنین تو کامنت ها حتما بگین که بچه ها استفاده کنن. و اما آخرین سوالی که بهش میرسیم، چه موقعی از این باتری سرور استفاده کنیم؟ موقعی که میریم بیرون، بر فرض مثال میخواین گوشیتون شارژ نگه داره، حالا تا برسین خونه بزنین به شارژ، و نمیخواین گوشیتون خاموش بشه یا سیم کارتتون از دسترس خارج بشه و گوشیتون و میخواین با گوشیتون کار کنین، کارهای ساده، بر فرض مثال یه PDF میخواین بخونین، یه عکسی میخواین بندازین بیرون، میتونین این حالت رو بزنین و ازش استفاده کنین. اما تو کارهای سنگین مثل وصل کردن اینترنت، اینستاگرام گردی، یا میخواین برین از اینترنت استفاده کنین، اصلا این قابلیت رو نزنین اگه شارژ گوشیتون خیلی کمه.
رفقا دمتون گرم که تا آخر این ویدیو اومدین. اگه نرم افزاری واسه بهینه‌سازی گوشی میشناسین حتما توی کامنت ها بگین، سوالی داشتین بپرسین، همه رو جواب میدم. اگه دارین از یوتیوب میبینین، اینجا آخر دو تا ویدیو بهتون پیشنهاد میدم. من قبلا ویدیوهای زیادی ساختم که میتونین بعد از این ویدیو اونا رو ببینین. دمتون گرم.